یک شاخه گل، برنامه شماره 326. نه هر طالب تواند اشک ریزی، نه هر عاشق تواند صبح خیزی. تو را آن به که چون مردان سرمست، شبی از خود به سوی حق گریزی. مست تو هم از باده و جام آزادم، صید تو هم از دانه و دام آزادم. مقصود من از کعبه و بتخانه تویی، ورنه من از این هر دو مقام آزادم. مست تو هم از باده و جام آزادم، صید تو هم از دانه و دام آزادم. مقصود من از کعبه و بتخانه تویی، ورنه من از این هر دو مقام آزادم. این معنی فخیم عرفانی که در قالب یکی از بحور مشهور عروزی ربایی آمده، از صاحب دلی است که بیان شورانگیز بسیار دارد و به پیر هرات معروف است. شعرش ساده و روان است و نثرش مسجع و دلاویز، شیوهی که دو قرن پس از او سعدی در نگارش گلستان به کار برده و گاه از فرط شیوایی و روانی ضرب المثل گردیده است. اگر کاستنی تلخ است از بوستان است، و اگر عبدالله مجرم است از دوستان است. دلیست گوهر دریای نیم شب، گوهر فشان مهنت و غمهای نیم شب. گو خواج صبح دم به تماشای گل برو، ما را بس است ذوق تماشای نیم شب. مطرب بنال ورنه بشورند عاشقان، در شورش سحرگه و سودای نیم شب. انصاریا دریغ که هر کس نمی شود واقف به سر صبح و معمای نیم شد. Thank you.
نامش عبدالله است، ولی به خواجه عبدالله انصاری شهرت یافته. وی از سخنوران به نام قرن پنجم است و علاوه بر رباعیات و دوبیتی ها و غزلیات دلنشین رسالاتی دارد، از آن جمله مناجات های او که سحرگاهان به هنگامی که دلهای آکنده از پاکی و صفا معطوف به معشوق یکتاست بسیار شنیده اید. هرگز دگر با لب نوش
چلاله به جام می دل نمی دیگر چلاله به جام می دل نمی سرکش در دست توفان دریا به دریا می روید همچون غباری را می روید سهرا به سهرا می روید نه هر طالب تواند عشق ریزی نه هر عاشق تواند صبح خیزی تو را آن به که چون مردان سرمست شبی از خود به سوی حق گریزی. شاخ گلی که نثار شد شماره 326 بود که به اهتمام آقای جواد معروفی با شرکت آقایان حبیب الله بدیعی، کوروس سرهنگزاده و ناصر افتتاح تنظیم یافته. اشعار از خواجه عبدالله انصاری، دانشمند و شاعر قرن پنجم، آهنگ در مایه شور از آقای سلیم فرزان، ترانه از آقای بهادر یگانه، گوینده آذر پژوهش.